شیرکو بیکس، شاعر نام‌آور و بلند آوازه کرد، در سال 1940 میلادی در شهر سلیمانیه کردستان عراق به دنیا آمد. در سال 1968 نخستین مجموعه شعر خود را منتشر کرد. بیش از 15 کتاب شعر از او منتشر شده و چند رمان معروف از جمله پیرمرد و دریای ارنست همینگوی را به زبان کردی ترجمه کرده است. در سال 1987 جایزه ادبی نویسندگان سوئد به پاس یک عمر فعالیت ادبی به او تعلق گرفت. شعر شیرکو بیکس آینه مصیبت‌ها و فقر و فجایعی است که بر مردمش حاکم شده. زبان او زیبا و پر از استعاره و تشبیه، اما سنگین و دشوار است. خود او اقرار می‌کند که شعرش تاریخ کرد است، با همه دود و آتش و گل و خاکسترش. داستان کوتاهی به نام شاعر از او به ترجمه بابک سهرانورد برگرفته از سامانه ماه مگ. تمام غم‌های گرم سیر دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند تا به دیدن غم‌های کوهستان بروند، تا ببینند رنگ و روی آنها نیز مثل خودشان زلال است یا اندوهگین و سرفکنده‌اند. در راه کنار رودی شاعری دیدند، گوش به صدای باد و شرشر آب و صدای پرندگان داده بود. چشمش را به آسمان دوخته بود و با ستاره ای دور و طلایی درد دل می کرد. غم‌ها به کنارش آمدند و به تماشایش نشستند. اندکی بعد به او گفتند: شاعر، اگر این دختر زیبای من را به تو بدهیم، به خاطرش چه کار می کنی؟ شاعر نگاهی با تأمل به دختر غم انداخت و گفت: پیراهنش میکنم و میپوشمش، همین، آوازش میخوانم و ترانه هایم را با او میگویم، همین، فرشته اش میخوانم و به صبح و غروب تعظیمش میکنم، همین، تلاش میکنم کاخی زیبا برایش مهیا سازم، همین، جانم را فدایش میکنم، همین. شاعر اندکی به فکر فرو رفت، به دختر غم نگاه کرد، احساس کرد دختر غم نمیخواهد با او ازدواج کند، چرا که قلباً شاعر را متکبر یافته بود. غم‌ها بلند شدند که بروند. شاعر گفت: من دخترتان را بسیار دوست می‌دارم، او لیاقت همسری شاعر را دارد، اما تو نتوانستی دلش را به دست آوری. شاعر گفت: بسیار خوب، اگر او را به من بدهید، شعرش می‌خوانم و به مادرانی می‌دهم که چشم انتظار فرزندان مفقود شده‌شان هستند، تا آواز و لالایی کودکی و یاد و بازگشتشان را با او بخوانند. دختر غم خود را به عقد شاعر درآورد و غم‌ها به سوی کوهستان راه افتادند. از آن پس شاعرانی که غم همسرشان شده، آواز برای عشق می‌خوانند و ترانه برای کوچ ناخواسته و شعر برای همه آلام دنیا و دردهای جهان می‌سرایند.